سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای زیر چتر امنیت قدرترین سازمان های اطلاعاتی دنیا. نام روح الله زم معروف به نیما را شنیده. او در پناه چند جایی ماموران اطلاعاتی حکومت ایران میگویند در عملیاتی پیچیده و حرفه‌ای محافظانش را در فرانسه فریب دادند و او را به ایران بازگرداندند. با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوای کشته بشه با شرافت، نه آدم ذلیل بمیره. روح الله زم یکی از جنجالی ترین و مؤثرترین شخصیت های رسانه ایران در یک دهه گذشته است. چه در دوران مدیریت کانال تلگرامی آمد نیوز و چه پس از ربوده شدن و دادگاهی در ایران. سوالاتی دارن که مطرح میکنن، شما پاسخ. قاضی دادگاه روح الله زم برای متهمان امنیتی و سیاسی چهره ای آشناست. احکام ابوالقاسم صلواتی قابل پیش بینی است. چون تحریما رو دور میزدن. چیزی که مسلمه، روح الله زم در فرانسه از حفاظت پلیس این کشور برخوردار بوده. اما میخوام بدونم چی شد که روح الله زم متقاعد شد بدون حفاظت و با مسئولیت خودش فرانسه رو ترک بکنه و به عراق بره، کشوری که حیات خلوت نیروهای امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی ایرانه. برای درک تصمیم روح الله زم و سفر او به عراق باید از ایران شروع کرد. روح الله زم در گیرودار انقلاب ایران در خانواده مذهبی متولد شد. پدر او محمد علی زم به خاطر ارادتی که به آیت الله روح الله خمینی داشت، نام پسرش را روح الله گذاشت. محمد علی زم بیش از یک دهه رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود و برای دهه‌ها در حوزه هنری و رسانه‌ای حکومت ایران فعال بود. علایق و ریشه‌های مذهبی داشت. حسن فرشتیان روح الله زم به خانواده او را از نزدیک میشناسد. در ابتدای نوجوانی و کودکی حتی با روحانیون سرشناس مشهور و ارتباط خوبی با روحانیت دارد. دوستان روح الله میگویند او و پدرش به بیت آیت الله خامنه ای رفت آمد داشتند و پشت سر او نماز میخواندند. که یکی از فرزندان آقای خامنه ای که در واقع هم مدرسه و هم کلاسی دوران نوجوانی و جوانی در واقع روح الله زم بود. اما پدر روح الله محمد علی زم از لحاظ سیاسی به جناح اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. با به حاشیه رانده شدن هاشمی رفسنجانی، نفوذ محمد علی زم هم در حکومت روز به روز کمتر شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 روح الله زم به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نزدیک بود. در جریان اعتراضات جنبش سبز روح الله زم حدود 3 ماه بازداشت شد. روح الله زم کم کم مشکلاتش با جمهوری اسلامی و شکنجه‌ای که شد این خیلی خیلی شدت پیدا کرد. هدفش این بود که به یک نوع انتقامش رو از جمهوری اسلامی بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه پدرش به یک نوعی قربانی حزب در سیستم مافیایی جمهوری اسلامی شده بود. روح الله زم در سال 1390 ایران را ترک می کند. پس از مدتی در مالزی و ترکیه به فرانسه پناهنده می شود. او ترجیح می دهد دوستان و خانوادهش او را نیما صدا کنند، نه روح الله. ما میگیم آگاهی، مبارزه، دموکراسی. وامد نیوز از اونجا میاد. از موقعی که کانال آنلاین شد 3 نفر بودیم، آقای مجید نیکنام، بنده و روح الله. کانال تلگرامی آمد نیوز صدها هزار عضو داشت. این کانال نقش مؤثری در اعتراضات دیماه 1396 داشت. آمد نیوز یک رسانه حرفه‌ای نبود. به نظر من خیلی بر اساس خلاقیت‌های خود روح الله زم شکل گرفته بود. آمد نیوز اسنادی درباره فساد در میان بلندپایه‌ترین مقام‌های قضایی، سیاسی و امنیتی حکومت ایران را منتشر کرد. از جمله اسنادی درباره فساد صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، و آزار جنسی پسران توسط سعید توسی، قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر ایران.
ما منبع‌های بسیار زیاد داشتیم، از کارکنان دولت بگیر، از کارکنان نیروهای مسلح تو بخش‌های مختلف سپاه، نیروی انتظامی، ارتش. آمد نیوز به یک نوعی دست انتقام شده بود که خیلی از درون جمهوری اسلامی اصلاح طلب ها ممکن بود از اون بخوان استفاده کنن علیه محافظه‌کارا و برعکس و قسمت های مختلف سپاه. من الان زمین بازی رو میدونم، هیچ کی تو خارج از کشور زمین بازی رو نمیدونه، حتی یک نفر. روح الله زم اتفاقا خیلی خوب میدونستش که مافیاهای مختلف قدرت به اون اطلاع رسانی میکنن، بعضی موقع اخبار ممکن حتی فیک بدن. آمد نیوز یک دستگاه پروپاگاندا بود در برابر جمهوری اسلامی. با شهرت یافتن آمد نیوز و روح الله زم، افرادی که از ابتدا با او بودند از روح الله فاصله میگیرند. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود از سال 1396 یکی از ادمنهای اصلی آمد نیوز شد و از معتمدان روح الله. بحث بر سر شیرین نجفی بود که تیم ما از مسین آمد نیوز اصرار داشت ببینن که این شیرین نجفی کیه و چطور شده وارد آمد نیوز شده. خلاصه گفت که شنیدم تحقیق میکنید، این کار رو نکنید. روح الله زم در پیامی به بابک اجدالی تحقیق درباره شیرین نجفی را فضولی در کارهای آمد نیوز میخواند و کم کم دسترسی آنها به آمد نیوز را کاملا قطع میکند. الله ظاهرش آدم خیلی زرنگی بود، ولی من همیشه اعتقاد دارم رولاه یه آدم اتفاقاً خیلی خوشباور، خوشقلب و یعنی زود باوری هم بود. تو چی جوری خبر دست تو رسیده و تو داری اینو میزنی؟ خب دنیا میترکه، دنیا داخل دیگه. در سال 1397 منبعی که خود را با نفوذ در حاکمیت معرفی می کند اطلاعات حساسی به روح الله زم می دهد. روح الله این اخبار دیکته شده را در آمد نیوز منتشر می کند. نه بی بی سی می دونه، هیچ کس نمی دونه الا روح الله زم. پاتوق هر شبه او حالا با همان دکور و زمینه و قاب عکس همیشه. بعدها مکالمات صوتی و ویدیویی او با این منبع در برنامه به نام ایستگاه پایانی دروغ در صدا و سیما پخش می شود. منبع مأمور امنیتی ایران بود. روح الله در مکالمات ضبط شده به بسیاری از مخالفان ایرانی خارج از کشور می تازد. این باعث منزوی شدن او و ریزش در کانال تلگرامی آمد نیوز می شود. در این اواخرشون به دلیل اینکه از همه جا تد شده می تقریبا، یعنی همه رو زده بود و همه رو از خود ناراضی کرده بود، به گونه به انزوا رفته بود. آمد نیوز 1800 بود، کم کم افت کرد، شد 1400، 1200، 1100، 1000. فشار خیلی زیادی روش بود که بتونه آمد نیوز زنده نگه داره. نیما از خرج حتی حقوق پناهندگی خودش میزد و پول ادمینایی که در ترکیه بود و پرداخت میکرد، یه خانمی مثل خانم شیرین یا بچه های دیگه، و خیلی از بچه ها حقوقاشون اصلا عقب میافتاد. مازیار مدیر فنی آمد نیوز است. اون نه تنها همکار بلکه دوست خانوادگی روح الله زم بود. هیچ کس جز روح الله کانتن رو داخل کانال نمیذاشت. روح الله این دسترسی رو تقریبا میتونم بگم این یک سال آخر به شیرین هم داد، به خانم شیرین نجفی داد. در سال 1397 روح الله زم با وفا نیکفر، ایرانی دیگر که در استرالیا است، آشنا میشود. وفا نیکفر خود را تاجری موفق معرفی می کند و از حامیان مالی روح الله در این اواخر. قرار ما اصلا شروع اسپانسری ما از ورود به استرالیا بود، ولی از قبلش روح الله زمانی که می‌خواست سری هزینه های پناهجوها یا یه سری هزینه های کارهای دیگر رو بخواد انجام بده، از باها کمک می گرفت. از شما کمک می گرفت؟ بله بله. اگر آمد نیوز اسپانسر داشت، هیچ وقت روح الله زم بلند نمیشد بره عراق خودش رو به خطر بندازه به خاطر بودجه آمد نیوز. در سال 98 روح الله زم، شیرین نجفی و وفا نیکفر رابطه نزدیکی داشتند. روح الله زم
هیچ شخصی رو به اندازه شیرین نجفی مورد اعتمادش نبود. حالا من لزومن که بگم که ببینید آمد روز صدای مردمه و بعد از فالگیری شیرین نجفی در میان دوستانش مشهور بود. روح الله زن به فالگیری او باور داشت. یکی از رفیقان رفته پیش یه نجومشناس یهودی، گفته یه رفیقی داری تو پله، این خودته، این تا 22 ماه دیگه قدرت اصلی رو تو کشور شما تو دست میگیره. رولازم به استخاره و سرکتاب و این چیزا خب عقیده داشت دیگه. روح الله زم به فکر راه اندازی تلویزیونی به نام آمد نیوز بوده است. همکاران روح الله میگویند افرادی از طریق شیرین نجفی با روح الله تماس میگیرند و مدعی میشوند که آیت الله سیستانی حاضر است با او مصاحبه کند و میلیون ها دلار برای راه اندازی تلویزیونی به او کمک کند. مبلغی حدود 30 میلیون دلار در سال برای ما ارسال بکنه. گفتم در عوض اونا چی میخوان آیت الله سیستانی از شما؟ گفت آیت الله سیستانی میگه که شما فقط هرچه دوست دارین از انتقاد بکنین از جمهوری اسلامی، فقط به مسائل دینی حمله نکنین. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود میگوید او ترجیح داده خود به عراق برود تا روح الله زم به خطر نیفتد. یک قاسی و به اصطلاح قاس جعلی که همه اونها مدارکی بوده که برای آقای زم ارسال شده بود، یعنی که با هماهنگی ایشون بوده، بعد وارد خاک عراق شده بودم. دعوت بودیم و ابتدا قرار نبود اصلا آقای زم، یعنی که گفتن من میرم، که گفتم نه من خودم میرم برای قرار. در عراق شیرین نجفی عکس 500 یورویی برای روح الله میفرستد. او میگوید روح الله خودش باید به آنجا برود. او باید درباره راه اندازی تلویزیون به بیت او توضیح بدهد. روح الله به من زنگ زد و به من گفت که حدود 50,000 یورو رسید و گفت اولین مبلغ 5,000 یورو واریز به حساب من شده. 17 مهر ماه سال گذشته، روح الله زم از شهر محل اقامتش در جنوب فرانسه به پاریس می رود. او و خانوادهش مهمان مازیار بودند. این دقیقا این حرفیه که شیرین نجفی به نیما زد. گفتش که به ما گفتن که سفیر تا ساعت 4 منتظرت میمونه که برای ویزات. علی‌رغم بسته شدن بخش کنسولی سفارت عراق، یک دیپلمات مسئول در سفارت به استقبال روح الله می رود. پاسپورت ایرانی روح الله اعتبار ندارد. او با جواز سفر فرانسوی سفر می کند. این دیپلمات هزینه ویزا را پرداخت می کند. ویزایی که صدورش یکی دو ماه طول می کشد در عرض نیم ساعت برای روح الله صادر می شود. وقتی رفتم پایین پیشواز نیما، پلیس در آمد گفتش که معاون سفیر و همراه دو سه نفر دیگه دم در وایستاده بودن منتظرش. مدتی بود که روح الله از طرف پلیس فرانسه محافظ داشت. این سفرها و ملاقاتهای او را محدود کرده بود. در واقع راحت نمیتونست بره بیرون با دیگران دیدار کنه، با دوستاش دیدار کنه. اینا باعث شده بود که روی روح الله فشار بیاد. در پاریس روح الله پس از سالها برای مشورت به دفتر حسن فرشتیان، دوست قدیمی پدرش میرود. وقتی آقای رولاز هم از تلویزیون خیالیش آینده صحبت میکرد، یک بردی در چشمانش میکرد و من بزنه دست دلم دومیست و گفتم روح الله اینها دامه به سرفری بدادن. خیلی مظلومانه گفت ولی یکی از بچه هامو دو هفته رفته، همه چیزا رو چک کرده، همه چیزا اوکیه. یک روز پیش از پرواز روح الله زم، یعنی 10 اکتبر، رابطین شیرین نجفی بلیتی از شرکت مسافرتی سفیر بغداد در کربلا به نام روح الله زم خریداری می‌کنند و برای او می‌فرستند. هم همسرش هم دخترش خیلی اصرارش کردند که نره. روح الله نگران سفر به عراق بوده. او دوباره به استخاره پناه می‌برد. خانم شیرین نجفی زنگ می‌زنه به روح الله، میگه که استخاره خوب در اومده
ولی میگن باید 2 یا 3 روز بمونی در سفر، بیشترش خطرناکه. همسر روح الله زم حاضر نشد در این برنامه شرکت کند، اما سال گذشته در مصاحبه‌ای با بی بی سی سفر همسرش به عراق را توضیح داد. ایشون اطلاع دادن به دولت فرانسه که دارن خارج میشن؟ فرانسه به هیچ عنوان نمیتوانست ایشون رو ممنوع خروج کنه، فقط میتوانستن توصیه‌های ایمنی بهشون بدن که ظاهرا این کارو کردن. بعد از ظهر 19 مهر ماه روح الله زم با پرواز شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن فرانسه را ترک و به طرف بغداد پرواز می کند. توقفی کوتاه در فرودگاه عمان پایتخت اردن داشت. توی فاصله ترانزیت ایشون برای من عکس فرستاد، چون من قبل از اینکه بخواد بره خیلی نگران بودم. گفتم هر لحظه باید به من گزارش بدی که من ببینم که تو حالت خوبه. پرواز کوتاه روح الله زم از عمان ساعت 1 بامداد در فرودگاه بین المللی بغداد به زمین می نشیند. اونجا که رسید به بغداد هیچ خبری ازش نداشتم. 2-4 ساعت بعد با من تماس گرفت، با لحن غیر عادی مثل همیشه صحبت نمی کرد و فکر می کنم یک طوری صحبت می کرد که زود باید تلفن رو قطع می کرد. دو روز بعد خبر روبوده شدن او توسط سازمان اطلاعات سپاه در کانال تلگرام آمد نیوز و تلویزیون حکومتی ایران منتشر می شود. پس از سقوط صدام حسین، نیروی قدس سپاه و وزارت اطلاعات ایران شبکه‌های خود را در عراق گسترش دادند. سال پیش شخصی ناشناس 700 صفحه گزارش وزارت اطلاعات ایران از فعالیت مأمورانش در عراق بین سالهای 2014 و 2015 را به سایت خبری انترسپ درز کرد. رانان برگمن یکی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نیویورک تایمز است که این اسناد درز شده را مطالعه کرد. گزارش یک مأمور اطلاعات ایران این گونه چند ملاقات با مقامات بلندپایه نظامی، نمایندگان مجلس و وزیران عراق را توصیف کرده. این مقامات داوطلب دادن اطلاعات به ایرانند. نفوذ ایران در بالاترین سطح بود. شخصی که در اسناد درس شده دوست نزدیک ایران توصیف شده، عادل عبدالمهدی بود. هنگام سفر روح الله زم به بغداد اون نخست وزیر عراق بود. سفارت جمهوری عراق در پاریس ترحب بكم. Your embassy issued. با سفارت عراق در پاریس تماس گرفتم. آنها میگویند برای روح الله زم ویزا صادر نکردند. Well, thank you very much. در چند روز گذشته بارها و بارها با سفارت عراق، با وزارت خارجه و همچنین دفتر نخست وزیر این کشور تماس گرفتیم، براشون ایمیل فرستادیم، پیام بهشون دادیم، اما متاسفانه به ما جواب ندادن. از کاروان کربلا جا موندم. آقا سفر روح الله زم به عراق همزمان با مراسم اربعین بود. سالانه صدها هزار ایرانی برای شرکت در این مراسم به سوی کربلا و نجف راه پیمایی میکنند. بیت آیت الله سیستانی مهمترین مرجع شیعه در نجف است. روح الله زم ارادت ویژه‌ای به آیت الله داشته و به جایگاه و قدرت معنوی او آگاه بود. که من گفتم آخه مگر آیت سیستانی با شما روح الله زم با آمد نور سنخیتی داره؟ ایشون گفت نه، ما بناس در این تلویزیون شیوه جدیدی رو در پیش بگیریم و با مصاحبه با آیت الله سیستانی افتتاح بشیم. دفتر آیت الله سیستانی درخواست بی بی سی برای مصاحبه را رد کرد، اما در نامه ای نوشته هیچ کس از بیت ایشان یا مقلدین او نه از روح الله زم دعوت کرده به عراق برود یا قول حمایت مالی برای تأسیس تلویزیون به او داده. سال گذشته از مسئولان ایران خواسته شد که درباره چگونگی استفاده از نام آیت الله سیستانی و آدرس بیت او توضیح داده شود، اما مقامات ایرانی جواب ندادند.
برای اولین بار در تاریخ تشیع هست که از نام یک مرجع تحلیل، اونم مرجع علل اطلاق جهان تشیع، مثل آیت الله العظما سیستانی، برای یک به قول خود اونها عملیات فریب استفاده میشه. یک نفر وابسته به دفتر آیت الله سیستانی این احتمال رو مطرح کرد که ممکنه سرور وبسایت یعنی کامپیوترهای دفتر آیت الله سیستانی توسط سازمان اطلاعات سپاه هک شده باشه و از اون طریق با روح الله زم تماس گرفته باشند که ایشون باور کرده واقعا از طرف آیت الله سیستانی دعوت شده و قراره حمایت مالی بشه. اگر سرورهای دفتر آیت الله سیستانی هک شده باشد، به نظر می رسد سرویس های اطلاعاتی ایران پیشتر تجربه این کار را داشتند. نیروی قدس و وزارت اطلاعات ایران اگر بخواهند می توانند سرورها را هم هک کنند. پس از انتشار اسناد درج شده وزارت اطلاعات، ماموران اطلاعاتی ایران از طریق هک سرور یک مؤسسه غیر انتفاعی ترکیه آقای برگمن را به استانبول دعوت می کنند. او می گوید هدف کشیدن او به استانبول و احتمالاً آدم ربایی بوده است. این مؤسسه غیر اتفاعی در ترکیه بی تقصیر بود. سرور آنها هک شده بود. مهاجمان ایمیلی در این سرور را پیدا کرده بودند که مدت‌ها بود از آن استفاده نشده بود. از طریق آن ایمیل برای من دعوتنامه‌ای فرستادند که به نظر واقعی می آمد. اونقدر وجود آقای زم، یکی از معماهای روبوده شدن روح الله زم روایت‌های شیرین نجفی است. خانم نجفی پس از خبر دستگیری روح الله زم برای چند روز در رسانه ها ظاهر شد. تلاش ما برای پیدا کردن او در عراق و ترکیه به جایی نرسید. یکی از نزدیکان ایشون به ما گفت که شیرین نجفی در ایران بوده، در تمام اون مدت ها در ایران بوده و همکنون در زندان به سر میبره و در حقیقت تمام اون مصاحبه هایی هم که انجام داده و صحبت هایی هم که با روح لازم قبل از روبوده شدنش انجام داده بود در یکی از اتاقهای سازمان اطلاعات سپاه بوده. شیرین نجفی سالها در ترکیه پناهجو بود و از آنجا با آمد نیوز همکاری میکرد. در 29 شهریور سال گذشته ناگهان در استانبول ناپدید میشود. سه روز قیبش زد، هم من هم روح الله یه سری دسترسی ها رو ازش گرفتیم. تا دسترسی هاش رو ازش گرفتیم دوباره سر و کلش پیدا شد. پس از سه روز شیرین با روح الله تماس میگیرد و میگوید تصادف کرده و در بیمارستان بستری بوده و اطلاعات این وسط دید اگر شیرین رو بیشتر از این نگه داره احتمال داره دیگه هیچ وقت اطمینان روح الله نسبت به شیرین جلب نشه. هر اتفاقی که برای ایشون افتاده ما مطمئن هستیم که از 20 سپتامبر 2019 شروع شده. بعضی از همکاران روح الله زم میگویند سازمان اطلاعات سپاه با گروگان گرفتن دختر شیرین نجفی او را وادار به همکاری کرده است، اما خانم نجفی این ادعا را رد میکند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهش خواستن تجاوز بکنن، مادرش ترسیده. دختر من خیر ایران نیستش. ابهامات زیادی درباره محل ربوده شدن روح الله زم در عراق وجود دارد. شیرین نجفی مدعی است که او را در نجف دیده است. آخرین باری که آقای زم رو دیدم در نجف، من زمانی که آقای زم وارد خاک عراق شده بودن ایشون هتلشون در نجف بود و من در کربلا بودم. اما مشخص نیست هنگام این مصاحبه ها او آزاد بوده یا در چنگ سازمان اطلاعات سپاه. سال گذشته منبعی در دولت عراق به بی بی سی گفت به محض ورود به فرودگاه بغداد روح الله زم دستگیر و تحویل ایران داده می شود. شیرین نجفی روح الله زم را به خوبی می شناخت و او نقش مؤثری در کشاندن روح الله زم به عراق داشت. اینا کاملا شناخت از شخصیت و روانشناسی روح الله داشتن. وقتی اینا رو دیزاین میکردن این پلنا رو دقیقا میدونستن عکس العمل روح الله مثلا به فلان چیز چه خواهد بود. جلسات دادگاه روح الله زم خرداد ماه امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پایان یافت.
افساد فلعرض در بازه زمانی 1300 در کیفرخواست علیه او 17 اتهام مطرح شد، از جاسوسی گرفته تا تحریک به جنگ داخلی. من به عنوان یه آدم مطبوعاتی کار میکنم. این جانب ساقه سرکار خانم کسرایی، یک ایرانی آمریکایی، برای کنگره آمریکا کار میکنم، رئیس. برای چی اسم من توی اون اتهام بود و من خودم هم نفهمیدم. در دادگاه نام ساغر کسرایی که مدتی در دفتر یکی از نمایندگان کنگره آمریکا کار میکرد مطرح شد. او میگوید با روح الله زم تماس گرفته بود تا او را به کنفرانس گذار به دموکراسی در ایران به آمریکا دعوت کند. متاسفانه وزارت خارجه قبول نکرد و ایشون نتونستن حضور داشته باشن توی اون برنامه. تنها هدف من توی فعالیتام این بود که چهره های اپوزیسیون کنار هم دیگه بشینن و ما بتونیم از طریق این چهره ها صدای مردم ایران رو برسونیم به سیاستمداران آمریکایی و کشورهای دموکراتیک. سیب مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 97,550 یورو. نماینده دادستان روح الله را متهم کرد که در چند سال گذشته 97,550 یورو برای کارهای جاسوسی دریافت کرده است. اما خانواده آقای زم میگویند این مبلغ کمک هزینه دولت فرانسه به خانواده 4 نفری او در طول 7 سال بوده است، یعنی ماهانه حدود 1150 یورو. اون چیزی هم که به ایشون واریز میشد برای مبنای مثل همه پناهندگان و مثل حتی همه فرانسویانی که متقاضی کار هستند در همین حد بود. کل زندگیشو جمع کنی شاید مثلا 2-3,000 یورو نشه. تیر ماه امسال شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران 13 اتهام علیه روح الله زم را مصادیق افساد فلعرض دانست. دادگاه در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. در برنامه‌ای که چند ماه پیش در صدا و سیما پخش شد، روح الله زم از برخی از فعالیت‌های آمد نیوز دفاع کرد. اعتراض مردم اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندید. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضا. رایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. جونشو گذاشت هم از این طرف از اپوزیسیون خورد هم از اون طرف و بدترین حجم و بدترین فشارهای روانی رو متحمل شد. اون چیزی که آمد نیوز انجام داد واقعا چیزی بود که توی 40 سال اخیر بعد انقلاب جاش کم بود. من فکر میکنم که در آینده در ارتباط با روح الله زم قضاوت خواهد شد که ایشون دستی بود که به جمهوری اسلامی به اون صورتی که خود جمهوری اسلامی جواب میداد جواب داد. داستان روح الله زم داستان مردی است که دشمنان زیادی هم در حکومت ایران و هم میان مخالفان حکومت داشت. مردی که با یک کانال تلگرامی حکومت را به تنگ آورد، اما با پای خود به داخل دام سازمان اطلاعات سپاه رفت.